سلام، اینجا کانال ما دوتاست و خوش اومدیم به کانال ما. سلام، خوش اومدیم. آقا برای بچه بعضی ها میگن بکنیدش ماستا، ولی خب از قدیم و ندیم مادوتا بود دیگه. نگاه کنین از خیلی وقت پیش این مادوتا بود و واقعا ماستا دیگه خیلی جلفه وسطش یه بشی ماستا. بعد اومدیم دو روز دیگه چهار تا شدیم، بعد بسایی ماستا دقیقا. ولی مثلا ما با این مادوتا خاطره داریم خیلی وقت پیش، اون زمان که گذاشیم ما دوتا کرونایی وجود نداشت. دقیقا. پسری وجود نداشت. دقیقا، اصلا فکرش هم نمی کردیم به این زودی ها ما ستا بخواییم. همچی زود هم نه بود بعد از البته اون موقعی که ما بعد دو سه سال آره. ولی اون موقعی که ما اصلا اسم کانال گذاشیم ما دوتا، چطور بگم، اصلا خودمونم نمیدونستیم چیکار میخواییم کنیم، کدوم سمت میخواییم بریم و کلی ویدیو گذاشتیم و برداشتیم. ولی یه جورایی یادآور خاطرهای خوب و بده دیگه. خیلی بده الان بخواییم مثلا ما دوتا رو کنیم ما ستا، بعد شاید شد ما چهارتا ما پنجتا، نمیشه دیگه، یه جوری سایه است. آره. و امروز برای بچه یکی از یه چیز بگم، میونه شکر در کلام بفرمایید، ما یه کانال دیگه داریم اسمش از ما دوتا پلاس. ما دوتا پلاس، اونم حتما سابسکرایب کنین که اگه خدای نکرده مثل دفعه قبل اتفاقی واسه این کانال افتاد اون کانال داشته باشین. برای بچه یکی از بچه های کانال یه پیشنهاد خیلی خوب داد، گفت الان که عیده، آهنگ تتلو عید امسال هم خیلی میخوره به این حال و هوای این روزا، به اون ریاکت برین. و ما هم گفتیم چی از این بهتر. یکی از آهنگاییه که من خیلی دوستش دارم. باحال، شما نظری حرفی سخنی؟ قبل هر چیز اینو بگم که کانال ما رو یادتون سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ما ویدیو گذاشیم از برای شما بیاد. درسته، لایک و کامنت و اینا هم که ها اینستاگرام اونجاست، اینستاگرام ما هم فالو کنید. من همیشه قاطی میکنم اینستاگرام هم یادتون هره فالو کنید. دقیقاً، مرسی که حمایت میکنید و هوای ما رو دارید. عیده دیگه، عیدی بدیم ما. بریم ویدیو عید امسال تتلو رو ببینیم و با هم دیگه حالش رو ببریم. دیگه این ریاکت نمیشه دیگه، نه؟ نه، دیگه این هزار هزار بار گوش داده. ریاکت نمیشه، یه چیز میگه گوش پخش؟ نه، اون یه چیز دیگه، گوش میدهیم و حال میکنیم. یه چیز دیگه بازگوش بازگوش میکنیم، باز ریاکت، بازگوش. بریم گوشش کنیم. باز یادم رفت. یادت رفت، نگاه کن. حالا داشتم تعریف میکردم، به 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 به، نمیشه یه روزی من این همه تتو داشته باشم. نه میشه. میتونی یه تتو فقط بزنی میلاد، اونم اینجا. عید امسال من یکم درگیرم با خودم، تنها تو خیالم، با موهات در میرم میدوی دنبالم، پر از انرژی، وای چقدر خوبی تو. اما تا چشما میکنم میبینم نیستی کنارم، میبینم دوری تو. عید امسال من این بده، این بده، چشماتو وا کنی و ببینی نیست، جا تنو بچه نیست، وای وحشتناک. خیلی دوست دارم این آهنگو، خیلی، یعنی اینجوری خوندن تتلو که اصلا حرف نداره، همه جور خوندن تتلو حرف نداره. آره، اصلا یادم نبود توی این ویدیو بود که اینجا تتو میکروفونه. آره، اصلا وقتی دل آدم از این قیافه تتلو تعیین میشه باید بره کلیپ های قبلیشو ببینه. فکر کنم خودش هم باید این کار کنه. برای بچه شما بگین کدوم یکی از قیافه های تتلو رو بیشتر دوست دارین، این قیافه یا قیافه قبلی؟
100% خودش که قیافه الانش رو دوست داره و به نظر من مثلا بعضی ها میگن قیافه داغون کرده و فلان، مثلا به نظر من این زندگی کوتاه‌تر از اون چیزیه که اون کاری که دوست دارید و انجام ندید. نه جدی میگم، من میخواهم تتو کنم آخه من تو رو میشناسم، اینجا تایتا هر کاری میکنه 2 دقیقه بعد پشیمون میشه، اگه مطمئن بودم پشیمون نمیشه اصلا واسه مهم نه، باید یه نفر جلو جلو بگیره که بعد پشیمون شد، باید هر کار میخوای پایش کنم من که راضیم. بعد مجبور میشی دستات رو ببری بسیار دستای من. چرا؟ پشیمون شدی؟ پشیمون شدم. ولی کلا زندگی کوتاه‌تر از اون چیزیه که آدم اون کارهایی که دلش بخواد و نکنه انجام نده واقعا. ولی من چون خودم تتو خیلی دوست دارم، خیلی میپسندم، فقط صورت رو دوست ندارم، اونم چی بهش میگن، من دوست ندارم، خیلی ها خوششون میاد تو صورتشون تتو داشته باشن، من کلا تتو دوست دارم، فقط تو صورت دوست ندارم. صورت تو از صاف و صوف باشه میدونی، منم صاف و صوف میپسندم. تو چی؟ تو تتو دوست نداری؟ نه؟ نه من اسم داریانو بزنم مثلا رو قلبم. نه من دوست دارم مثلا یه تتوی مثلا 3 نفری داشته باشیم جدا از اون یه عالمه دیگه تتو داشته باشیم، مثلا عاشق تتوام خیلی خیلی. اشتا میکنم میبینم نیستی کنارم، میبینم دوری تو عید امسال، من تنها همینجا میمونم، اینجا نمیرم، اینجا تو این خونه. عید امسال ما چند سال تنهایی و هیچ جا نمیریم، همینجا میمونیم. واقعا دیگه قبلنا سخت بود، الان دیگه عادت کردیم، همه چیز خودمون دوتاییم دیگه، دیگه الان ستاییم، الان ستاییم راست میگه، خانواده ایم دقیقا. خیلی هم خوبه. آره خودمونیم، خودمون و خودمونیم، خیلی خوبه. و برای بچه یوتیوب دقیقا همینطوری شده، تمام زندگیمون با شما داره میگذره، ولی به تو خوش میگذره میدونم. عید امسال من تنها همینجا میمونم، هیچ جا نمیرم، اینجا تو این خونم، ولی به تو خوش میگذره میدونم. من در کنار تو فقط خوش میگذرم. چشمامو مثل همیشه بستم، تو خیالم میبینم پیش دستم، بغل تو بغل تو چه حالی دارم، وای بهتر از تو مگه میشه اصلا، تو دستات هی خور میزنه. چرا میگه چرا هی دستتو میندازی رو گردنم هی برمیداری؟ آخه اینجور میکنم من، یعنی نمیدونم میخواد باشه یا نباشه، من هی باید برم بیام اصلا نمیتونم یه جا ثابت بمونم، نمیدونم چرا. وله برو بیا، بریم بیا چف میشه دستم، عدا اطفارات تو دلم بیشه بستن، تا 4 صبح تو خوش میگذره عزیزم، مهمم نیم که فردا چیشه اصلا. واقعا اینطوریه، اصلا مهم نیست فردا چیشه، فقط بعد از الان 10 سال چند سال زندگی میکنیم با هم؟ 10 سال بیشتر نشد؟ نه چرا همیشه 10 ساله؟ نمیشه زیاد نمیشه که همیشه 10 سال. آقا بعد 10 سال زندگی واقعا وقتی که داریم خوش میگذرونیم با هم، مثلا داریم میگیم میخندیم، اصلا خوشی های ساده، یه فیلم نگاه میکنیم و تخبه داریم میشکنیم، اصلا زمان واسه همون هیچ معنایی نداره، قبول داری؟ آره تازه 15 هم میشه 10 سال دقیق. واسه من که اینطوری اصلا مهم نیست فردا چی میشه، مهم الانه که داره خوش میگذره، فقط با نگار اینطوری ما، ولاد کل زندگی من همش نگران فردا بودم. نه بس میخواد با بقیه اینجوری باشی؟ نه منظورم اینه که الان
با تو دارم وقت میگذرونم اینطوری، مثلا اگه پیش تو نباشم و یکم اونورتر باشم نگران بدبختی هامم. من ولی عید امسال من تنها هم اینجا میمونم، هیچ جا نمیرم اینجا تو این خونه، ولی به تو خوش میگذره میدونم. عید امسال من تنها هم اینجا میمونم، تنها نمیمونی منم هستم، هیچ جا نمیرم اینجا. آقا عید امسال تدلو هم تنها نیستا، جفت داره تدلو هم تنها نیستا، تو این خونم ولی به تو خوش میگذره میدونم، میدونی چی دوست دارم. آخ صدا رو نگاه کنین، صدا رو نگاه کنین، حال میکنه آدم. دوباره بشنوید. اینجا تو این خونم ولی به تو خوش میگذره میدونم، میدونی چی دوست دارم، دوست دارم طعم لب تو، دوست دارم پیشم باشی الان که بدجوری دل من کرده هوا تو، میدونی چی دوست دارم، جاده شمال و با تو. اوه جاده شمال رو نگو که ما اصلا بچه شمالیم، همش تو جاده شمالی. یعنی بودیم الان که هیچ، جاده شمال و با تو، من به تو زل بزنم و تو تون تون به خری صحبتی یا تو. امسال که نشد ولی خب سال دیگه دوست دارم هر جا که هستی باشم. واقعا امسال که نه داشتم میگفتم امسال که نشد، امسال که نشد ایران باشیم، ولی سال دیگه دوست داریم ایران باشیم، نه اینکه پیش تو نباشم. نه من دوست ندارم. دوست داری؟ نه من دوست ندارم. من دوست دارم کنار خانواده باشم. نه من دوست ندارم ایران باشم. خارج از ایران کنار خانواده باشی؟ آره هکی ما رو دوست داره میاد دیگه. خب سال دیگه دوست دارم هر جا که هستی باشم. این مهمه، هر جا تو هستی باشم بقیه چی. خب سال دیگه دوست دارم هر جا که هستی باشم، امسال که نشد ولی سال دیگه کاری میکنم که لحظه هاتی باشن. با امید خدا که سال دیگه خیلی لحظاتی باشه. حالا نمیخوام ناراحت کنم امسال باحال نبود. چرا امسال برای من خیلی باحال بود، فقط واسه اینکه پسرمون بود دیگه، از بقیه لحظا هیچ. نه بقیه لحظات هم مهم نیست، فقط پسرمون هست مهم دیگه. آره با امید خدا سال دیگه خیلی بهتر کنه، لحظاتی باشن. عید امسال من تنها همینجا میمونم، هیچ جا نمیرم اینجا توی خونه، ولی به تو خوش میگذره میدونم. عید امسال من تنها همینجا میمونم، ولی منظور تتلو اصلا این نبود. میدونم هیچ جا نمیرم اینجا توی خونم، ولی نوبت ما میشه میدونم. دقیقا، ولی نوبت ما هم میشه میدونم. خیلی به امید خدا سال دیگه میتر کنیم. خیلی قشنگ بود، خیلی خیلی باحال بود. یعنی تا سال دیگه پسرمون یه ساله بشه، یه سال و سه ماهه میشه، میشه 20,000 تایی بشیم. آدمان نانن پیشگو نیستیم، اون مهم نیست که چند هزار تایی بشیم، ولی دوست دارم چند هزار تایی دوست دارم خانواده یه... آره یه خانم یه بزرگتری. خیلی دوست دارم کانال ما اینطوری باشه که همه با هم جور باشیم و بگیم و بخندیم. آره. و توی کامنت ها کلی حال کنیم، با هم لایف بزنیم، همه بیان صحبت کنیم، اینطوری دوست دارم. یعنی حتی از هم وقتایی که بشه حضوری آدم هم دیگر ببینیم. دقیقا خیلی خوش میکنم. 100 تا 200 هم باشیم همه با هم. آره. واقعا خیلی خوش میکنم. آره فقط حرفی نباشیم، با هم دیگه خوب باشیم. ولی اگه مثلا 100,000 تا هم باشیم اون زیر همه هیت باشه و
فوش و بد و بیرا اصلا حال نمیده. بریم اینجا بعد صحبت کنیم. آره این داریه دیگه، اگه 100 تا هم هستیم درست باشیم، دوست باشیم. آره دوست باشیم. اون پایین فوش و بد و بیرا نگیم. اگه مثلا 100,000 تا هم باشیم همه هیت باشه حال نمیده بهمون. خیلی حال کردم 100%. همه شما صدها بارین آهنگو شنیدید و من خودم خیلی حال میکنم با این آهنگ. من کلا تتلو رو خیلی دوست دارم. من هم صدای تتلو رو خیلی خیلی دوست دارم. آره. اصلا به نظر من آره. یه صدای خاصه که از اون صدای دیدین مثلا بعد از چند سال یه خواننده هایی موندگار میشن، صدای تتلو از اونا. الان دیگه مثلا قبلا نیست که صدا نمونه. مثلا نمیتونی بگی آهنگ 200 سال پیشو مثلا الان گوش بدی. فکر کنم قدیمی ترین صدایی که ایرانی هست 90 سال فکر کنم، حالا مطمئن نیستم دقیقا. ولی تتلو بهتون قول میدم، حالا این فیلم شاید بمونه، 500 سال دیگه هم صداشو دارن گوش میدم، بهتون قول میدم. و چقدر یه جوری شد نیستیم. نه قرن بعدی هم ما نیستیم. نه که بخواستی باشی؟ باشم بشم. بعد جالبی میدونی چیه؟ مثلا 2000 سال دیگه مردم میبینن 2000 سال قبل چی بوده، ولی ما نمیبینیم 2000 سال قبل چی بوده. خیلی این یه طوری میکنه مغز آدم رو میترکونه. فکرشو کن من چقدر دوست دارم بدونم زمانی که توی مصر فرعونا بودن چه شکلی بود، الان وقتی از زیر قبر دارن درشون میارن طلاهاشون و نمیدونم فلان و بسیار با طلاها میگن قبرشون میگن. اینا خیلی جالبه واسم. خب کلا تاریخ جالبه. چه؟ این چی دارم میخندم به؟ بگو دارم بگو دیگه. خب اینا واسم جالبه. فکرشو کن بعدن 2000 سال دیگه مردم میدونن ما چطوری بودیم، چطوری خاکمون میکردن، چطوری چالمون میکردن. دیگه هیچ چیز جالبی واسه شون نیست، همه چی رو میدونن. بیاید چی خندم یه فیلم اصغر فرهادی رو نگاه کنم میفهمم مثلا سالها پیش تو ایران چه خبر بود. بیاید چی خندم یه از اینکه از قبل درشون میرن طلاهاشون. آخه همش میدونی طلاهاشون مهم بود. آره چرا؟ چون که من مثلا آخه پسرمون بیدار شد. آره داشتم میگفتم پسرمونم بیدار شد دیگه سریع بریم که اذیت نشه. فقط اینو داشتم میگفتم، طلاها گفتم واسم مهمه چون که خیلی بچه تر بودم کتاب درباره مصر میخوندم، همیشه واسم جالب بود که اون کسایی که پادشاه رو قبر میکردن خیلی ها رو باشون مثلا آخر سر مثلا آخرین آجر رو میخواستن بذارن از تو باید میذاشتن، یعنی اون کسایی که تو بودن میمردن که راه وارد شدن رو کس دیگه ای ندونه. یعنی زنده ها هم میمردن، یعنی اون کسایی که داشتن درست میکردن اصلا میمردن. 3-4 تای آخری از قسم این کار میکردن که راه ورود رو کسی ندونه، یعنی از تو قفل بشه که کسی ندونه وارد بشه. ولی برعکس همیشه یه آدمایی بودن که وارد میشدن و طلاها رو برمیداشتن. بیشتر کسایی بودن که نزدیک پادشاه بودن، همش یه راه مخفی واسه خودشون میذاشتن. واسه همین یه دفعه یاد طلای مصر افتادم، هرچند که ربطی نداشت به این موضوع. از کجا به کجا رسیدیم؟ برای بچه خیلی ممنون که با ویدیو همراه ما بودین و تا آخر ویدیو ما رو تحمل کردین. پسرمون هم بیدار شد دیگه، زیاد اذیتش نکنیم. همین تا ویدیو بعد، خدافظ. خوش